بینندگان ارجمند تلویزیون اندیشه، من محمد امینی در بخش دیگری از سری برنامه کلمه پاسی رو با شما خواهم بود. از پیش از شما پوزش می خواهم که برنامه امروز کوتاه خواهد بود. من امروز در برلین هستم و در آستانه یک سخنرانی و از این رو این برنامه رو پیش از سخنرانی، اندکی پیش از سخنرانی اجرا می کنم و این است که برنامه کوتاه خواهد بود. این رو بر من ببخشایید و امیدوارم که هفته آینده هنگامی که به ایالات متحده آمریکا باز خواهم گشت برنامه بهتری رو به شما ارمغان کنم. اگر به یاد داشته باشید در یکی دو هفته گذشته من پیرامون زبان و رابطه زبان با هویت ملی سخن گفتم و اشاره کردم که اگرچه زبان یکی از پایه‌های هویت‌های ملی در پیدایش دولت ملت‌ها در دوران مدرن بوده، زبان نمی‌تواند تنها مبنای پیدایش هویت ملی و به هم پیوستگی ملی باشد. نمونه‌های زیادی رو در این زمینه می‌توان نشان داد. کشورهایی که دارای زبان یکسانی هستند، بریتانیا، ایالات متحده آمریکا، کانادا، استرالیا و کشورهای دیگر، ولی اینها کشور ملت‌های کاملا از یکدیگر جدا هستند. حتی کشور ایالات متحده آمریکا در پس یک جنگ خونین با کشور همزبان یعنی کشور بریتانیا به وجود آمد و چه بسا کشورهایی که زبان درون اون کشورها زبان یکسانی نیست یا یک زبان در اون کشور وجود ندارد و این کشور با پذیرش یک زبان ملی، با پذیرش زبانهای بومی گوناگون یک دولت ملت به وجود آورده است. یکی از برجسته ترین این نمونه ها در درازای تاریخ همین کشور خود ما ایران است. می دانیم که پس از نزدیک به 200 سال دولت های دستشانده خلافت عباسی و اموی، سرانجام یک رشته دولت های مستقل و نیمه مستقل ایرانی در کشور ما پدیدار شد، مانند صفاریان و سامانیان و سپس یک دوره دراز حکومت‌های ترکمان‌تبار، اوغوز‌تبار، مغول‌تبار، تاتار و از این دست در ایران پا گرفت. نزدیک به شاید میان 800 تا 900 سال در ایران تا هنگام انقلاب مشروطه بیشتر دولت‌هایی که در ایران پدیدار شدند دولت‌های ترکمان‌تبار بودند و بیشتر شاهان این دولت ها زبان مادریشون یکی از شاخه های زبان های ترکیک یا آلتاییک بود، ولی زبان فارسی در این دوران در ایران گسترش پیدا کرد و هیچ کس هم نمیتواند چنین بیاندیشد که مثلا در دوره غزنوی یا دوره سلجوقی ایران در اشغال ترکمان ها بوده. اینها ترکمان تبارانی بودند که ایرانی شدند و در همین دوران جالب این است که زبان فارسی گسترش پیدا کرد. حتی آخرین دولت ایلیاتی ایران که دولت قاجار باشد یکی از نه طایفه قزلباشی بود که به همراه شاه اسماعیل صفوی برای چیرگی دولت شیعی صفوی به ایران کوچیدند. زبان یکی از زمینه‌های یک نوع هماهنگی یا وحدت ملی است. در پیدایش دولت ملت‌ها زمینه‌های گوناگونی در موش و کنار جهان به وجود آمده. در کشورهای مانند آلمان بیشتر جنبه وحدت خونی یا ناسیونالیسم خونی پایه اساسی این وحدت بوده. ژرمن بودن هم امروز هم در میان آلمان ها یک بنیاد بسیار مهم وحدت ملی است. شما اگر یک چهارم هم آلمانی باشید می توانید با نشان دادن این هویت تاریخی خونی آلمانی تبار شناخته بشوید و آلمانی بشوید. بسیاری از شهروندان روسیه و لهستان چون آلمانی تبار بودند یا اندک خون آلمانی به قول اونها در اینها روان بود، آمدند و شناسنامه یا پاسپورت آلمانی گرفتند و آلمانی شدند. در حالی که و نمونه دیگر اون هم بگویم، مانند پیدایش دولت ترکیه است، تا همین چند سال پیش در قانون اساسی ترکیه ترک بودن یکی از مظاهر ملی بود. اصلا مخالفت با ترک بودن جرم داشت. اگر شما میگفتید من ترک نیستم، شما رو میتوانستند بر پایه قانون اساسی به زندان بیاندازند و این بلایی که بر سر کرد تباران در ترکیه به وجود آوردند که حتی نامهای کردی هم اونها نمیتوانستند داشته باشند، به لحاظ همین
بنیاد ناسیونالیسم خونی است. حتی ارمنیان باشنده بازمانده در ترکیه هم نمی توانستند نام های ارمنی داشته باشند، نام های فامیل ارمنی، باید نام های فامیلی ترکی می داشتند. ما در ایران با چنین پدیده ای روبرو نبودیم. ایران سرزمینی بوده که ناسیونالیسم یا احساس هویت ملی در اون خاکی بوده، سرزمینی بوده، خونی نبوده. بسیاری از ایرانیان از تیر و تبارهای کاملا گوناگون با هم در هم تنیده شدند و یک نوع احساس ملی، احساس هویتی، احساس مشترک در میان اونها به وجود آمده. من بارها در سخنرانی ها و برنامه های خودم هم گفتم هنگامی که ما به دوران مدرن رسیدیم و ناسیونالیسم مدرن ایرانی به وجود آمد، این ناسیونالیسم با لهجه ترکی متولد شد، با لهجه قفقازی متولد شد. جز دو سه نفر که از تهران و اصفهان و کرمان برخواسته بودند، بیشتر پایه‌گذاران ناسیونالیسم و مدرنیته ایرانی از آذربایجان و قفقاز بودند و در نتیجه ناسیونالیسم ایرانی با لهجه ترکی متولد شد. ولی به این معنا نیست که زبان ترکی در کانون وحدت ملی ایران بود. به طور تاریخی زبان فارسی شرایطی پیدا کرده بود که به زبان اداری، دیوانی و مشترک ایرانیان تبدیل شده بود و زبان ملی ایران شد، ولی مردم با زبانهای ترکی و کردی و نزدیک به 200 زبان مادری دیگر گوگش داشتند و سخن میگفتند و گرفتاری هم در میان نبود. به تازگی این داستان ترک بودن و کرد بودن و فارس بودن و مقولاتی از این قبیل دوباره بالا گرفته. البته در میان برخی از ایرانیان فارسی زبان هم از این نوع مسائل ما میشنویم که ما آریایی هستیم، خون پاک آریایی در رگهای ما جاری است. من آگاهی زیادی از نمونه این خون پاک ندارم و نمیدانم که چگونه پس از نزدیک به 1000 سال حکومت‌های عرب و ترک و ترکمان و مغول و اوغور و اوغوز و دیگران این خون پاک آریایی در میان ایرانیان باقی مانده. بگذاریم که من نمیدانم که اصلا مراد از خون پاک یعنی چی، این خون چه تفاوتی با خونهای دیگر دارد. من باور به این تفاوت‌های نژادی در میان مردم ندارم و فکر می‌کنم آریایی، ترک و سامی و چینی و تیرپوست و سفیدپوست و غیره بودن، همه اینها بخشی از زندگی بشری است و ما هیچ برتری نسبت به یکدیگر از این لحاظ نداریم. برتری ما باید بر پایه توانایی‌های خودمان باشد. اما در سال‌های گذشته شاید به دلیل سیاست‌های شیره در ایران و شاید هم به دلیل کارهایی از بیرون از ایران انجام می شود، بار دیگر این نوع هویت طلبی ها در ایران رشد کرده. سیاست هویت محور و کسانی می کوشند بیشتر خودشون رو به عنوان یک کرد ایرانی بشناسند یا از ترک بودن خودشان سخن می گویند. در زمینه های شاید هویت محوری گرفتاری نداشته باشد. مثلا در میان سیاه‌پوستان ایالات متحده آمریکا، از اونجایی که اینها شاید نزدیک به 300 سال در بردگی زندگی کردند و نزدیک به 100 سال ستم آشکار و قانونی و حقوقی نژادی بر اونها شده، از حق رأی محروم بودند، از حق زمین داشتن محروم بودند، نابرابر بودند، این احساس هویت به طور طبیعی شکل گرفته که تیرپوستان آمریکا، آمریکایی آفریقایی تباران خودشون رو یک هویت ویژه میدانند و تا جایی که این هویت ویژه دانستن به شرکت اونها در زندگی عمومی شهروندی این کشور زیان نرسانند میتوان رو پذیرفت. یا در کشورهایی که این کشورها مستعمره کشور دیگر بودند، هنگامی که فرانسوی ها الجزیره رو مستعمره کرده بودند، مردم الجزیره احساس هویت الجزیره‌ای و عرب خودشون رو بیشتر و بیشتر پا می فشردند و بر اون اصرار داشتند. و در بسیاری از کشورهایی که استقلال پیدا کردند به ویژه از جنگ جهانی دوم به این سوی، این نگاه هویت محور به طور طبیعی مورد پذیرش بوده. اما در ایران این نگاه هویت محور یک گرفتاری بسیار بزرگی میتواند ایجاد کند. به تازگی در مجلس شورای اسلامی نزدیک به 100 نماینده
گرده هم آمدن و یک فراکسیون ترک زبانان درست کردن، گویا آذربایجان یا مناطق قشقایی یا قوچان یا دیگر مناطقی که ترک زبانان در اون زندگی میکنن در اشغال جمهوری اسلامی است، که اینها باید هویت ترک خودشون رو در مجلس حفظ کنند. چرا این کار زیانمنده است؟ برای اینکه موضوع اصلی تبعیض در ایران رو زیر پا میگذاره. نمایندگان مجلس شورای اسلامی که هیچ باوری به حقوق شهروندی مردم ایران ندارند و ابزار ستم در جامعه به شمار میآیند، حالا دارن خودشون رو بر پایه هویت‌هایی سازمان میدهند که این هویت‌ها زیانبار است. ما در ایران از جمله با ستم آشکار، تبعیض آشکار علیه زنان روبرو هستیم. زنان ایران که نیمی از کشور ما به شمار میآیند، به این دلیل مورد ستم قرار نگرفتند که زن ترک یا کرد یا شیرازی هستند. شما اگر یک زن پرخاشگر به ستم موجود در ایران در شیراز باشید و یا یک زن هوادار جمهوری اسلامی در تبریز، به آن زنی که در شیراز به زبان فارسی سخن میگوید و پرخاشگو به جمهوری اسلامی، ستم خواهد شد. ولی زن ترک زبانی که یا کرد زبانی که از جمهوری اسلامی پشتیبانی بکند مورد ستایش و امتیاز قرار خواهد گرفت. ما در ایران با این نوع تبعیض ها روبرو هستیم. ما با تبعیض دینی روبرو هستیم. یک اهل سنت هوادار جمهوری اسلامی و یک شیعی مخالف جمهوری اسلامی برتری دارد. شما اگر امروز شعری رو به زبان فارسی در مخالفت با ولی فقیه بسرایید، شما رو به زندان خواهند انداخت. ولی اگر به زبان ترکی شعری در مت رهبر جمهوری اسلامی به ستایید در روزنامه ها چاپ کنید، به شما انعام و خلعت خواهند داد، البته انعام و خلعتی که امروز رایج است، شما رو ستایش خواهند کرد. در قم ما چند روزنامه ترک زبان داریم، ولی اینها روزنامه های هوادار حکومت است، در حالی که در همین قم اگر روزنامه فارس زبانی مخالف حکومت به چاپ برسد، پیش از یک شماره به چاپ نخواهد رسید، چون به همون یک شماره هم نرسد. بنابراین هویت طلبی در یک کشوری که با گرفتاری های بسیار بزرگتری روبروست، یک نوع گم کردن گرفتاری های جامعه است، یعنی در واقع بیراه بردن جامعه. این فراکسیونی که در مجلس به وجود آمده و ادعا می کند که بر شهروندان ترک ستم می شود، فراموش کرده که این مجلس شورای اسلامی بخشی از کارزار چنین ستمی است. مجلس شورای اسلامی است که قانونگذاری هایی در راستای تبعیض در جامعه انجام میدهد. مجلس شورای اسلامی بخشی از حکومتی است که در تبعیض به شهروندان ایران جایگاه برجسته ای داره، و بنابراین جمع شدن گروهی از نمایندگان که بسیاری از اونها ابزار همین نوع ستم و تبعیض هستند، به راستی باید گفت که هیچ نشانی از کوشش برای برابری در جامعه ایران نداره. کارزاری سیاسی در آستانه انتخابات برای یار و یارکشی و از پاره نارضایتی های واقعی مردم ایران در تبریز و شهرهای دیگر، در شهرهای آذربایجان بهره برداری میکنه. در این جای گفتگو نیست که بسیاری از مردم ایران در گوشه و کنار، به ویژه اونهایی که با آیین رسمی جامعه ایران یعنی شیعی 12 امامی هم سونیستند، مورد ستم قرار دارند، در بلوچستان، در کردستان، در ترکمن صحرا و در جاهای دیگر. اما این ستم به این دلیل نیست که اینها از کردستان برخواستند، به دلیل این است که با ساختار چیره آیینی در جامعه ما همراهی ندارند. بسیار هستند کردتبارانی که شیعی مذهب و هوادار حکومتند و کسی پرخاشی به اونها به دلیل کردتبار بودن نمی کند، در حالی که شما اگر تهرانی و کرد و تبریزی و شیرازی مخالف سیاست های حکومت باشید، بدون اینکه اهمیت داشته باشد شما از چه تیره و تبار و پیشینه هستید، به شما ظلم خواهد شد و شما تبعیض وارد خواهد شد. بنابراین این کوششی که در مجلس شورای اسلامی به عنوان فراکسیون ترک به وجود آمده است، به راستی باید گفت که یک کجراهی است برای گم کردن مسئله اصلی. این تصور رو در جامعه دادن است که گویا موضوع اساسی جامعه ایران جنگ ترک و فارس و کرد و خراسانی و بلوچ و
خوزستانی است، در حالی که گرفتاری اساسی جامعه ما حقوق شهروندی است، حقوق بشر است. گرفتاری بزرگ جامعه ما در این است که زن ایرانی آزاد نیست که پوشش خود رو خود انتخاب بکند، بلکه پوشش رو دولت برای او انتخاب کرده است. گرفتاری جامعه ما در این است که بر پایه باور داشتن به یک آیین، آن هم بر پایه یک برداشت روشن و معینی از این آیین، به مردم در ایران ستم می شود. در شهر تهران که بزرگترین شهر سنی نشین ایران است، نزدیک به 1 میلیون اهل سنت در تهران زندگی می کنند. هنوز در جمهوری که پسوند اسلامی رو یدک می کشد، مسجدی برای اهل سنت ساخته نشده. بسیاری از بزرگان اهل سنت برای شکستن روزه یا بر ماه رمضان برای افطار می روند، در سفارت پاکستان جمع می شوند. آیا این گرفتاری بزرگتری نیست تا گمان کنیم که گرفتاری تبعیض زبانی در ایران وجود دارد؟ ما با این تبعیض زبانی به راستی روبرو نیستیم. مردم می توانند و باید، شاید هم بیشتر باید، آموزش زبان مادری ببینند، با زبان مادری خودشون آشنا باشند. ولی گرفتاری بزرگ کشور ما نه در این است که ما این آزادی های آموزشی و فرهنگی رو در زمینه زبان های مادری نمی داریم، بلکه راستی این است که در زمینه زبان مشترک ایرانیان هم ما با چنین آزادی های روبرو نیستیم. آزاد نیستیم به زبانی که بزرگ شده ایم و می نویسیم و می خوانیم داوری ها و اندیشه خود رو بیان کنیم. باید آن چیزی رو بنویسیم یا بگوییم که خوشایند سیاست چیره بر کشور ما باشد. بنابراین این نوع کوشش برای هویت محور قرار دادن یا هویت سازی های دروغین برای ساختن یک نوع هویت هایی که می تواند مردم را از یکدیگر جدا بکند، در کارزار بزرگی که در جامعه ما در سالهای گذشته شکل گرفته و اون کارزار برای دستیابی به حقوق بشر، به حقوق برابر، به دموکراسی و آزادی در ایران از زیان خواهد رساند. در کشور ما از هر تیر و تبار که شما باشید مورد تبعیض قرار دارید تا آنجایی که با سیاست حکومت همسو و همراه نباشید. همین که در مجلس شورای اسلامی میگویند که نزدیک به 40% نمایندگان ترک زبان یا ترک تبار هستند، نشانی بر این است که در نظام انتخاباتی مجلس شورای اسلامی میزان یا محک انتخاب زبان نیست. وگرنه اگر زبان می بود و اگر زبان ترکی زبان پایینتری یا ترک تبار بودن یک میزان پایینتری به شمار می آمد، این شمار نمایندگان به مجلس راه پیدا نمی کردند. آنهایی که از سرند استثوابی در ایران رد می شوند، نه بر پایه زبان بلکه بر پایه نزدیکی به اندیشه های چیره در جمهوری اسلامی است، از هر تیر و تباری که باشند. از این رو این برداشت رو در جامعه دادن که گویا مهمترین مسئله جامعه ما در این است که مردم با باورهای زبانی و با پیشینه‌های زبانی و با پیشینه‌های تیر و تباری خود باید گرده هم بیایند و نه بر پای باورهای اجتماعی و سیاسی، به گونه ای ردگم کردن مسائل اساسی جامعه ماست. من در هفته آینده بیشتر به این موضوع خواهم پرداخت. این است که در این برنامه بسیار کوتاه امروز با پوزش دوباره از شما میخواهم که به وضعیت کلان ایران بیاندیشید، به این واقعیت که ما در یک گرفتاری بزرگ تاریخی در ایران به راستی گرفتار آمده ایم و هر روز بیشتر در جنگ مذهبی خاورمیانه فرو می رویم و بخشی از این کارزار خونریز جنگ مذهبی خاورمیانه می شویم. و در این کارزار کسانی می کوشند به جای اینکه مردم به دنبال دستیابی به دموکراسی و آزادی و حقوق بشر و برابری همه شهروندان ایران از هر تیر و تبار و آیین و دین و جنس و جنسیتی باشند، مردم رو گمراه کنند و اونها رو به گروه بندی های قومی و زبانی و چیزهای از این دست بکشانند. ما به راستی باید موضوع اساسی جامعه ایران رو فراموش نکنیم. بزرگترین بغرنج جامعه ایران از نقطه نظر سیاسی
فقدان آزادی های فردی، نبودن حقوق بشر، نبودن دموکراسی در ایران و کنار ماندن جامعه ایران از کاروان توسعه و تمدن بشری است. با درود بر شما و سپاس فراوان و پوزش از کوتاه بودن برنامه، تا هفته آینده روز و روزگار بر شما خوش باد.